شرکت اوبر، شرکت تاکسیرانی آنلاینی که جهان را تسخیر کرده، اما چگونه؟ پاسخ این سوال در اسنادی است که روزنامه گاردین افشا کرد. 124 هزار سند شامل 84 هزار پیامک و ایمیل که رانت حاصل از زد و بندهای مدیر سابق اوبر با مقامات ارشد کشورها را نشان می‌دهد. اسنادی که در یک بازه زمانی 5 ساله از سال 2013 تا 2017 را در بر می‌گیرد. زمانی که تراویس کالانیک مدیر اوبر بود. این اسناد نشان می‌دهد اوبر در کار برقراری ارتباط با مقامات ارشد سیاسی، میلیاردرها و چهره‌های بانفوذ رسانه‌ای بود تا حمایت‌های غیرقانونی یا فراقانونی آنها را کسب کند. این اسناد بسیاری از مقامات را زیر سوال برده، از جمله نلی کروس، رئیس سابق دیجیتال اتحادیه اروپا که به لابی با شرکت اوبر متهم شده. چیزی که در حال حاضر می توانم اعلام کنم این است که کمیسیون اروپا تصمیم گرفته نامه‌ای به نلی کروس برای شفافسازی در مورد اطلاعات ارائه شده در رسانه‌ها ارسال کند. اوبر در ارتباط با این افراد بانفوذ بر پایین نگه داشتن حداقل دستمزد کارگران و تغییر قوانین داخلی کشورها به سود خود تاکید می‌کرده. در این میان بیش از همه انگشت اتهام به سمت امانوئل مکرون گرفته شده، رئیس جمهور فعلی فرانسه که در آن دوره وزیر اقتصاد بود. در برخی از این اسناد از او به عنوان یک متحد کلیدی یاد شده. مکرون کمک‌های محرمانه‌ای به این شرکت برای دور زدن قوانین فرانسه با هدف موفقیت اوبر در پروسه‌های قضایی و قانونی کرده. آن هم زمانی که تلاش‌های اوبر برای دور زدن قوانین فرانسه موجب اعتراضات خشونت‌آمیز اتحادیه تاکسی‌داران شد. در ایمیل یکی از مدیران داخلی اوبر درباره این اعتراضات آمده: فکر می‌کنم ارزشش را دارد، خشونت موفقیت را تضمین می‌کند. مکرون هم در پیامکی به رئیس اوبر وعده اصلاح قانون را داده. چند ماه بعد از این پیامک، مکرون فرمان تسهیل شرایط صدور مجوز برای رانندگان اوبر را امضا کرد. اوبر، این شرکت بین المللی که مدیر عامل اجرایی ایرانی کنونیش دارا خسروشاهی است، در بیانیه‌ای به اشتباهات گذشته‌اش اعتراف کرده. به نظر می‌رسد انتشار جزئیات بیشتر این پرونده تحقیقات قضایی از افراد با نفوذ بیشتری را در پی داشته باشد. شبنم آذر.